ادامه میده مبحثمون رو. توی فردی که حالا زمانی که آسیب میبینه عموما میتونه یکی از شرایط زیر اتفاق بیفته که در اثر آسیب داور یا ورزشکار مسابقه یا تمرین رو متوقف میکنه. پس یا ورزشکار خودش میگه آسیب دیده یا داور مسابقه رو متوقف میکنه. در اثر آسیب ورزشکار مجبور میشه ترک مسابقه یا ترک تمرین میکنه. یعنی تو این تمرین تو باشگاه میتونه باشگاه رو متوقف کنه تمرین کردنش رو بره خونه، یا اینکه بشینه یه گوچه و نتونه تمرینش رو ادامه بده. یا در اثر آسیب و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، نیاز به کمک کادر درمانی توی مسابقه پیدا میکنه یا توی شرایط تمرینی باشگاه، باعث میشه ما به اورژانس زنگ بزنیم یا خودمون فرد رو ارجاع بدیم به مراکز درمانی برای اینکه اقداماتی رو انجام بدن، اقدامات پزشکی برای اینکه وضعیت فرد بهبود پیدا بکنه و آسیب دیدگیش کم بشه. از نظر حالا مطالعات مختلف آسیب های ورزشی رو تقسیم بندی میکنم بر اساس ناحیه‌ای که آسیب دیده و قسمتی از بدن که آسیب می‌بینی. آسیب میتونه توی سر و گردن باشه، میتونه توی تنه باشه، میتونه توی اندام فوقانی دست‌ها باشه یا توی اندام تحتانی یا پاها اتفاق بیفته. پس این میتونه بر اساس ناحیه و بخشی که دچار آسیب دیدگی شده، یا میتونه بر اساس رشته ورزشی، مثلا یک رشته ورزشی تقسیم بندی داشته باشه که هر ورزشی یک اندامش بیشتر دچار آسیب دیدگی میشه. مثلا اونایی که فوتبال بازی میکنن اندام تحتانیشون، رباط‌هاشون بیشتر دچار آسیب میشن، مچ پا و زانو بیشتر دچار آسیب میشن. اونایی که بدمینتون کار میکنن یا تنیس کار میکنن آسیب توی اندام فوقانیشون یعنی شانهشون یا توی آرنجشون بیشتره. مثلا تنیس البو و گولف البوی که وجود داره آسیب سوپرااسپایناتوس توی کسانی که بدمینتون کار میکنن درگیری تاندون عضله فوقانی بیشتر اتفاق میفته. و خیلی مواقع حالا آسیبی که بیشتر توی اندام اتفاق میفته نتیجه پرکاریه که توی اندام وجود داره که گفتن توی یه سری رشته ها اندامایی که بیشتر کار میکنن بیشتر مستعد آسیب میشن و این امر هم توسط پزشک تشخیص داده میشه و میتونه به ورزشکار، به فرد ما، فردی که زیر نظر ما تمرین میکنه، حالا قهرمانمون کمک بکنه که چه اقداماتی رو انجام بده برای اینکه زودتر آسیبش برطرف بشه، زودتر برگرده به شرایط تمرینی که قبل از آسیب دیدگی داشته و قبل از اینکه دچار آسیب بشه تمرین رو دوباره از سر بگیریم. بر اساس مکانیزم و شدت آسیب هم ما دو نوع آسیب داریم که میتونیم آسیب‌ها رو به آسیب‌های حاد تقسیم بکنیم و آسیب‌های مزمن. آسیب‌های حاد آسیب‌هایی هستن که همون در لحظه آسیب در اثر ضربه اونها اتفاق میفته که بهش میگن آسیب‌های تروماتیک یا آسیب‌های ضربه‌ای که یه ویژگی دارن که این آسیب‌ها که یک بار اتفاق میفتن، وقتی که اتفاق میفتن شدتشون بالاست و همون مرحله آسیب که اتفاق میفته و علائم دارن این آسیب. پس آسیبایی که یک بار اتفاق میفته شدتشون بالا باشه و علائم هم داشته باشن بهش میگن آسیبایی که اکیوت هستن، تروماتیک هستن یا آسیبای حاد. مثلا شکستگی که در اثر ترک به اتفاق میفته یا شکستگی در اثر ضربه سنگین حالا بی انتوه به دنده ها نمیدونم اتفاق میفته، ضربه که میخوره به ساقا ساقا میشکنه، اینا یا آسیبایی که در اثر ضربه مشت توی ساندال ضربه مشت برخورد میکنه به بینی و بینی میشکنه، اون لحظه که آسیب اتفاق میفته بهش میگن آسیب تروماتیک یا آسیب حاد، آسیبی که در اثر ضربه اتفاق افتاده. در مرحله بعد ما آسیب داریم، آسیبای مزمن هستن، آسیبایی که ناشی از پرکاری هستن، به دلیل اوبریوز هستن، بهشون میگن آسیبای کرونیک، آسیبایی که زمان بهشون خورده، یه مدت طول کشیده، در اثر آسیب حالا پرکاری، استفاده بیش از حد این آسیب اتفاق میفته. چون بار ما
تکراریه، به صورت مکرر ما یک حرکتی رو انجام میدیم، تکرار میدیم، شدتش پایینه. به مرور مثلا ذره ذره این آب رو دیدید قطره قطره میچکه روی یه سنگ، مثلا یک سال دو سال روی سنگ میچکه، این قطره سنگ رو سوراخ میکنه. اوکی، سنگ سوراخ میشه، مکرر بوده، شدتش پایین میشه، قطره قطره ریخته و سوراخ کرده. به نوعی بدونم علائم بوده، یه های خودش رو نشون میده، علائمی نداشته. فرد یه سری کارا رو تکرار میکنه، مثلا به مرور زمان خم میشه، یه کاغذی و چیزی بر رو زمین بر میداره، یا یه کاری رو با حالت خم شدن تنه انجام میده، خم میشه بلند میکنه، خم میشه بلند میشه، این کار رو تکرار میکنه. استفاده بیش از هر حرکات تکراری، باری که همجوری خم شده بلند شده، نه باری بلند کردن، نه چیزی، در حد یه خودکاری بوده، در حد یه سنجیده یا یه کار کوچیکی مثلا مسئول خط تولید یک کارخونه بوده، توی وضعیت بدنی خاص قرار می گرفته، یه چرخش داشته، به مرور چرخش رو خم شدن انجام میداده، به باره یه بار یه حرکت رو انجام میده، بدون اینکه علائم داشته باشه، یه دیسکش میتره، دیسکش بیرون میزنه، بیرون زده یه دیست پیدا میکنه. در اثر اون حرکت کوچیک آسیب اتفاق نیفتاده. در اثر حرکات تکراری با شدت پایین بدون علائم بوده، به حد انفجار رسیده، یه لحظه خودش رو نشون داده، پس میشه آسیب مزمن، مثل حالا استرس فرکچری که توی دوندگان ایجاد میشه. بخود توی ورزشکاران ما ورزشکارهای رزمی ما دونده نیستن، درسته؟ یک سال هیچ کاری نمی کنن، نمی دوان، تا یک سالش میگیم ده ماه هیچ کاری نمی کنن، دو نداشتن، دو هفته و ماه مونده و مسابقه میان شروع میکنن به تمرین شدیدشون، تمرینات دو هم میاد جز برنامه شون. حالا کفششون مناسب نیست، به سطح آسفالت یا صفر می دوان، شدت تمرینات هم مرحله به مرحله بالا نمی برن، به یه به یک بار دچار درد ساق پا میشن، دچار درد شین اسپلی میشن، التهاب ذریع استخوانی میشن و درد ساق پا به سراغشون میاد. این آسیبای ریز هستن که به مرور زمان فرد دچار میکنه. حالا شاید این دو ماه اینا دور شروع کرده، ولی چون شدت تمرینشون زیاد شده زودتر خودش رو نشون میده. و یعنی در دونده ها اونایی که قهرمانی دونده هستن بهش میگن حالا استرس فرکچر، شکستگی ناشی از فشار حالا کم به مدت طولانی، این مورد توی دونده ها خیلی اتفاق میفته و اونها رو دچار مشکل میکنه و توی ورزشکاران ما هم اتفاق میفته توی دونده ها. حتما حتما این رو باید مد نظر داشته باشیم. ما به عنوان سوال پرسیدم های عزیزامان، وقتی به حال تعال دیافراگم ورزش ضربه وارد میشه دچار تنگی نفس میشه، نگاه کنید، به تعال ضربه وارد نمیشه، به خود دیافراگم ضربه وارد میشه، لحظه ای دچار تنگی نفس میشه. این فرد سعی کنید در حالت اکستنشن قرار بدید، در حالت اکستنشن قرار دادن یا خوابیده زانوهاشو جمع کنید توی شکمش، به مرور زمان بر میگرده. کار خاصی نیازش بعد چند ثانیه که این انقباض دیافراگم صورت میگیره، خود تنگی نفس هم برمیگرده. خیلی، ولی شما باز کردن قفسه سینه در حالت اکستنشن قرار دادن قفسه سینه میتونه کمک کننده باشه. روی زیر کمر فرد رو گرفتن و بالا آوردن میتونه برکشت فرد یا ریکاوریش رو سریعتر بکنه. ولی خودشون انقباض دیافراگمی خودش مرور با گذر زمان یه چند ثانیه میگذره خودش برخواهد گشت. توی فعالیت ورزشی ما به عنوان مربی وظایفی داریم که این وظایف رو باید به نحو احسن انجام بدیم. یکی از کارهای مهمی که ما به عنوان مربی بر عهده داریم گرم کردن. این گرم کردن حتما حتما باید به خوبی انجام بدیم که فواید زیادی داره. خیلی فواید زیادش میتونه یکی از مواردش پیشگیری از آسیب باشه یا آسیب دیگه کمتر رو همراه داشته باشه. پس هر کسی که، هر فردی که خوب گرم بکنه، تمرین گرم کردن رو به نحو احسن انجام بده، میتونه آسیب دیدگیش
کمتر بشه، یعنی کمتر دچار آسیب بشه. آسیب هایی که میتونه ناشی از بدن سرد باشه، بدنی که دماش بالا نرفته میتونه پیشگیری بکنه. حالا یه سری آسیب هستن که بدن دم گرم باشه نمیشه ازشون پیشگیری کرد که اونا رو کاری نداریم. و این همچنین گرم کردن نالخ سوای پیشگیری از آسیب میتونه رکورد بهتری رو همراه داشته باشه. چجوری میتونه رکورد بهتری رو به همراه داشته باشه؟ وقتی بدن جریان خونش بهتر میشه، جریان خون بیشتر میشه، میتونه مواد غذایی بهتری رو در اختیار اندام‌های ما که فعال هستن قرار بده. مثلا دونده هستش، خوب گرم کرده، این کار به نحو احسن انجام بشه، فرد میتونه سریع‌تر بده، بوده رکورد بهتری رو به جا بذاره. حالا علل کاشت آسیب توی گرم کردن میتونه یکی افزایش ضربان قلب باشه که به همراه باشه که مطمئنن گرم کردن باعث افزایش ضربان قلب میشه. هر چیز ضربان قلب مرحله‌ای و تدریجی بالا بره، این خودش میتونه کمک کننده باشه برای فرد. ما بعضی ورزشکارا رو داریم میرن مسابقه، روی سکو قرار میگیرن، راند اول تمام میشه تازه اینا گرم میشن، تازه اینا یه راندو باخته و تازه میگه آره من الان گرم شدم. در حالی که گرم کردن ما قبل از مسابقه باید انجام بده که میریم روی سکو با بدن گرم بریم بالای سکو، نه که بریم اونجا دو دقیقه فعالیت ورزشی با شدت بالا انجام بدیم، ضربان قلب بره بالا، حالا بگیم گرم شدیم یه راند هم انجام دادیم. خیلی موارد میتونه این اثر منفی توی عملکرد ما، توی کارکرد ما داشته باشه. خب پاورش در اختیار قرار میده، فایده شو نگران نباشی، آسیب حاد و آسیب مزمن هست. پس من اگر خوب گرم کنم بهبود حالا پذیرش فشار، بهبود بار تمرینی در بافتای من افزایش پیدا میکنه. یعنی اگه بدنم گرم باشه احتمال این که اگه ضربم بخورم آسیب دیدگی کمتر بشه. پس این مورد میتونه از دلایل افزایش متابولیسم بدن رو میتونه در نتیجه گرم کردن داشته باشه که سوخت و ساز بهتر میشه، میتونه انرژی بیشتری در اختیار اندام‌ها قرار بگیره. درجه حرارت بدن میره بالا، وقتی درجه حرارت بدن بره بالا مطمئنه میتونه کمک کنه بره انعطاف پذیری بهتر. ما میتونیم اندام هامون، پاهامون رو سر بهتر باز بکنیم، مفاصلمون گرم میشه راحتر، مثلا دامنه حرکتی مفاصل شونه همون بیشتر میشه. توی یه حرکت میخواییم لنگی کننداز چیزی انجام بدیم، حالا ما به عنوان موجه فن میدونم انجام بدیم زیر شونه حرفون میبینیم میگیریم، اگر اون بدنش گرم نباشه، اون حریف ما گرم نکرده باشه، این همین بالا آوردن سادی شونه میدونه باعث آسیبگیش بشه. پس این رو مد نظر داشته باشیم. سلامت عمومی بدن رو گرم کردن میتونه ما تضمین بکنیم. و آمادگی روانی، من به نظر خودم آمادگی روانی یکی از مهمترین جنبه های گرم کردن. یعنی چی؟ من میخوام تمرین بکنم، وقتی خوب گرم نمی کنم هر لحظه منتظر آسیبی هستم. شما فکر هر چیزی به ذهنتون برسه اتفاق میاد. یه روز من داشتم از باشگاه میرفتم، یه لحظه باور میکنید به ذهن حضور کرد که اگه من تصادف بکنیم، حالا تصادف بکنم، الان داریم میریم تصادف بکنیم چی میشه؟ باور میکنید صدم ثانیه نگذشته بود یه از یه فری یه ماشین اومد جلو من، به زور من جمع کردم، به ذهنم یه لحظه خطور کرد که تصادف، همون لحظه اون وضعیت اتفاق افتاد. حالا ما گرم نکردیم، فکرمون مشغوله که بگیم آره ضربه پا میخوایم میت بزنیم، میخوایم کیسه بزنیم، همش درگیریم که این که آسیب نبینیم، چون گرم نکردیم آسیب میبینیم. یا مورد بعدی میخوایم مسابقه بده ورزشکار ما، یا خودمون اصلا خودمون مثال میزنیم، میخوام مسابقه بدم. خب این مسابقه من سه تا بازی دیگه، من مسابقه دارم، سه تا بازی دیگه مثلا میشه سه تا 6 دقیقه هم بگیم، سه 6 تا 18 دقیقه دیگه میخواد نوبت من بشه مسابقه بدم، پس من باید گرم کنم.
حالا میاد اینجا یکی از حریفای که با بازی ها آسیب میبینه این میره کنار. بازی بعدی حریف آماده نمیشه این هم میره کنار. دوازده کلن 6 دقیقه من وقت دارم برای کردن تا بخوام تجهیزات و اینا رو بپوشم 3-4 دقیقه تمام شد 2 دقیقه. بدن گرم نشده من با یه بدن سرد میرم به سکو میخوام کار بکنم. اصلا این گرم نکردن حتی اگه تاثیر نداشته باشه میگم حتی اگه تاثیر نداشته باشه چون بود روانی بود ذهنی من رو درگیر میکنه که گرم نکردم سریع اومدم روی سکو ذهن من کلن تو مسابقه حتی اگه درگیر آسیب دیدن نباشه درگیر اینه که کاراییمو به نحوه احسن انجام نمیدم. خب میت نزدم، پا نزدم، دست نزدم، پاهم آماده نشده نمیتونم ضربه‌ام درست بزنم. باور کن کارایم رو میاره پایین. همون باعث میشه که من حرکاتی که مد نظرم و تکنیک هایی که واقعا شگردم بوده حتی انجام ندم و یه بازی ببازم. در نتیجه یک گرم نکردم. پس که مرمان حتما مد نظر داشته باشه که اهمیت گرم کردن سوای اون بحث های فیزیولوژیکی، متابولیسمی، درجه حرارت بدن، ضربان قلب، پذیرش فشار، همه موارد رو کنار بذاره. فقط یک بودش اومده نظر داشتون اون بود روانیه میتونه مهمترین آمده باشه که ما واجب عینی بدونیم گرم کردن رو. چون همه جا دیدیم که میگن گرم کردن مفیده. اگر یه جای ثابت باشه حتی گرم کردن اثری نداره ولی چون این ملکه ذهن ما شده به ذهنمون این رو پرورش دادیم که گرم کردن باعث پیشگیری از آسیب میشه جا باعث انجام عملکرد بهتر میشه خواه یا خواه ناخواه تأثیر میذاره روی کارایی ما و تأثیر میذاره روی عملکرد ما و تأثیر میذاره توی نتیجه ما روی مسابقه. از این رو حتما از من مد نظر قرار دادیم که ورزشکارانمون رو حتما حتما قبل از این که حالا اون تایمی که مد نظر هستش برای گرم کردن و شروع مسابقه حداقل نیم ساعت قبل از مسابقه شروع بکنن به گرم کردن خودش حتی شده ورزش بکنن را برن یه نمدویی بکنن اون کارا رو انجام بدن که شاید اون مواردی که گفتم حریف آسیب میبینه نمیدونم رقیب آسیب میبینه یکی آماده نمیشه یه شرایطی اتفاق میفته و ورزشکارتون با یک بدن سرد نرم باشه. بخصوص مسابقاتی که طولانی از طول شبانه روز از صبح تا شب برگزار میشن و ورزشکاران هم با توجه به اینکه حالا یه تایمی رو بای میخورن برای مسابقه بعدی منتظر میشن بعضی مواقع میخوابن ببینید تا 20 دقیقه قبل مسابقه شون زیر پتو داره میخوابه توی سالن داره خوابیده بعدی میخواد با اون حالت خوابیده بخواد بره روز سکو اصلا نمیشه. سعی بکنید حداقل فاصله نیم ساعتی با مسابقه حتما ورزشکارتون بلند میشه بره آماده بشه برای گرم کردن بوده تا اگه اون شرایط اتفاق افتاد اون موارد اون لاغر یه تایمی رو داشته باشه برای گرم کردن خودش. خب آواز وقتی که هوای باشگاه سرد اول تا چند دقیقه دویدن آرام انجام بشه بعد کشش اولیه آن انجام بگیره و کشش باید چند ثانیه. خب نگاه کنید ما بر حسب درجه حرارت اون محیطی که فعالیت ورزشی میکنیم تایمر گرم کردنمون فرمونه هرچی درجه حرارت بالاتر باشه یعنی گرمتر باشه تایم اون حرکات دویدن اینا میتونه کمتر بشه اما یه مقدار ضربان قلب بره بالا کافیه چون بدن گرم میشه و میتونیم بریم تمرینات کششی رو انجام بدیم ولی وقتی که درجه حرارت میاد پایین هوا سرده برای اینکه بدن یه جورایی گرم بشه اون حالت جریان و خون به حالا به سطح عضله و اینجور چیزا برسه اندام ها برسه و بتونیم تمرینات کششی رو درست انجام بدیم گرم کردن اون میتونه بین 8 تا 10 دقیقه دویدن رو داشته باشیم بعد از اون حالا با حرکات سویدی وجبوره کردن ها نمیدنم زانو بالا پروانه پرچوب طرفه خیلی حرکاتی که از درجه انجام میدیم باز میتونیم کمک بکنیم به بالا رفتن درجه حرارت بدن و
و دوباره بیایم که حرکات کششی رو انجام بدیم. حالا که حرکات کششی میتونه حرکات کششی عمومی باشه و حرکات کششی اختصاصی. حرکات کششی عمومی که تو همه رشته ها ثابته انجام میدن، حالا شونه ها رو گرم میکنن پایین تنه، تو یه رشته های یه سری بخش های بدن باید بیشتر گرم بشن، میدید سراغ اونا رو هم گرم میکنه به کشش اختصاصی میدیم. حالا چه تایم این کشش رو انجام میدیم؟ کشش بین 10 ثانیه میتونه انجام بشه تا 30 ثانیه. عموما هر چی سن میره بالاتر خاصیت انعطاف پذیری بافتاش کم میشه، تایم کشش همون بیشتر میشه، یعنی باید تایم بیشتری کشش قرار بدیم. عموما کشش هایی که ما انجام میدیم برای گرم کردن باشه یه بار کافیه، ولی وقتی ما میخوایم کششمون برای افزایش دامنه حرکتی باشه بین 2 تا 3 تا 4 بار هر حرکتی رو تکرار میکنیم که اون فشار بیاد. مثل تمرینات با وزنه میشه، میریم تمرین دنبل انجام میدیم، میگیم جلو بازو 3 ست 12 تکراری. حالا اینجا میگیم کشش ضربدری یا کشش 180 تا باز 3 دوره مثلا 20 ثانیه، 3 دوره 25 ثانیه، 3 بار تکرار میکنیم. پس این رو مد نظر داشته باشیم، کشش میتونه از 10 ثانیه تا 30 ثانیه، هرچی سن بالاتر میره تایمش بیشتر میشه، میتونه تعداد تکرارها هم بیشتر بشه. پس تکرارها اگه برای هدف افزایش دامنه حرکتی انعطاف‌پذیر باشه باید بیشتر از یک بار ما انجام بدیم، ولی برای کشش معمولی باشه، برای همون گرم کردن باشه، یک بار کافی هستش. پس این رو هم مد نظر داشته باشیم. اوکی شد جوابتون آقابات؟ توی اقداماتی که توی آسیب دیگه انجام میدیم، توی بافت نرم، وقتی بافت نرم آسیب میدیم، حالا بافت نرم میتونه عضله باشه، میتونه تاندون باشه، میتونه لیگامان باشه یا ربات و یا عروق خونی باشه، یا پس میتونه اینا رو درگیر گوش کنه. عموما وقتی این آسیب ها اتفاق میفته و دچار پارگی میشن، این پارگی باعث خون ریزی میشه. خون ریزی باعث چی میشه؟ تورم میشه. تورم باعث افزایش فشار توی بافت میشه. افزایش فشاری وقتی توی داخلی بافت ایجاد میشه، تحریک ایجاد میشه، حساسیت ایجاد میشه. وقتی تحریک حساسیت ایجاد بشه، به تبع اون درد ایجاد میشه و درد رو در فرد ایجاد خواهد کرد. خونریزی، تورم، افزایش فشار مواردی هستن که در اثر آسیب اتفاق میفته و میتونه باعث ایجاد مشکل برای فرد بکنه. آقا دیچش آخر شماره تلفن یادآوری بکنی، شماره تلفن و حتی آیدی اینستاگرام هم میدم که اگر سوالی وقتی داشتی در خدمتتون باشیم. عموما یک از اقدامات اساسی که ما باید به عنوان مربی انجام بدیم توی آسیبایی که اتفاق میفته توی بافت نرم، سرمادرمانیه، کمپرس سرده، استفاده از یخ. بهترین درمان هستش، ساده ترین درمان هستش، عمومی ترین درمان هستش که میتونه هم خونریزی رو کمتر بکنه، هم میتونه به تسکین درد کمک بکنه. وقتی که خونریزی رو کم بکنه، کاهش تورم داریم. وقتی تورم کم بشه، کاهش درد رو داریم. پس همه این موارد میتونه در اثر استفاده از کمپرس سر یا کمپرس یخ اتفاق بیفته. عموما یخی هم که استفاده میکنید، تیکای یخ رو داخل ظرف حالا یه مشمای پلاستیکی قرار میدیم، توی یه پارچه نازو قرار میدیم، میذاریم روی بافت نرم و ایجاد بهره کبود شدن هم خونریزیه. پس یخ میتونه خاصیت جلوگیری از خونریزی، کاهش فشار و از اون بعد کاهش درد رو داشته باشیم. وقتی زخم بازه، هیچ موقع از آب یخ، آب سرد رو روی زخم نمیریزی که خیلی بده، اول یعنی بافت داره زخم نداشته باشه، حالت بسته باشه، روی زیر پوست باشه، میتونیم از آب یخ استفاده بکنیم و روی بافت قرار بدیم. پوشش هم اگر بافت زخم باشه، کیسه یخ استفاده میکنیم، یه پوشش استریل هم قرار میدیم که آرودگی ایجاد نکنه و یه موقع باعث عفونت نباشه و
این رو هم حتما باید مد نظر داشته باشیم. بعض مواقع میتونیم از ژل‌های سرمازا استفاده بکنیم در جایی که آسیب دیدیم، میتونیم از اسپری استفاده کنیم. اسپری رو هیچ وقت روی زخم باز نمیزنیم. اسپری ها رو میتونیم حالا توی بافته که بافته استخونی هستن، چون میزان عمق نفوذشون کمه، کم هستش، استفاده کنیم. مثلا توی ساق پا که استخون زیر پوست قرار داره استفاده بکنیم. عمق نفوذشون هم کمه، تقریبا 4-5 میلیمتر عمق نفوذ دارن. چون بعضی دوستان اسپری سر توی داروخونه ها هستش، توی تجهیزات پزشکی هست استفاده میکنن. سعی کنین رو اسپری میخوای بکنید روی ساق پاتون، حتما فاصله داشته باشید روی روی پا. اگر فاصلهش کمتر از مثلا 4-5 سانتی متر باشه و ما باید بالای 5-6 سانتی متر حتما فاصله داشته باشه اسپری بکنیم. اگه فاصله کم باشه باعث سوختگی میشه، میسوزونه پوست، حالت تاور ایجاد میکنه. من خودم توی یکی از مسابقات برام پیش اومد، اون پزشکی که آورده بودن اصلا طریقه استفاده از این رو نداشت. تا مسابقات لیگ برتر باشم اینقدر زد، باور میکنید بعد مسابقه ما رفت میکنید تاورهای سیاهیز در کل روی پام کلا تاور شده بود. این رو حتما مد نظر داشته باشید که استفاده میکنید. اگه خودتون حتما فاصله رو رعایت بکنید. فاصله که اسپری سرمازایی میکنه تایمش خیلی کوتاه و از نسبت به یخ که استفاده میکنیم تایم کمتری اثر بخشی داره، ولی عموماً خطر نکروز سیاه شدن پوست اینا در زمانهایی که استفاده میکنیم از اسپری خیلی زیاد هستش و باید مد نظر داشته باشیم. عموماً هدفی که توی آسیب بافته نرم توی کمک های اولیه استفاده میشه اینه که ما خونریزی رو متوقف کنیم. یعنی دلیل اصلیش اینه که خونریزی رو متوقف کنیم، بعد ما باید تقریب بافتی رو کم بکنیم، کاهش مدت زمان آسیب بدن، نتیجه بهبودی هم سریعتر صورت بگیره که مواردی هستش که میتونه مد نظر باشه توی آسیب. عواملی که باعث بروز آسیب های ورزشی میشن، عوامل رو گفتم قبلش هم، سه مورد ما میتونیم داشته باشیم. یکی عوامل بیرونی، یکی عوامل درونی و یکی هم ماهیت رشته ورزشی هستش که فرد حالا اون رشته ورزشی چجوریه، ماهیت آسیبایی که داره چجوری اتفاق میفته، آیا آسیبزا هست آسیبزا نیست. همه رشته ها به نوعی میتونن ماهیت آسیبزایی داشته باشن، حتی رشته مثل شطرنج خودش هم میتونه در طول زمان آسیب دیدگی ایجاد بکنه، حالت نشسته هستش. به زمان یه دوره داشتیم آکادمی ملی المپیک تهران مجموع ورزشی انقلاب، خانم آتوسا پورکاشی هم گفتن بچار پیش خوردی مشه پاشو بوده چجوری اینجا؟ خب این اومده که میزش رو عوض بکنه، از این میز بره میز بعدی دوشان پیش خوردگی مشه پاش. پس یه رشته ورزشی همه میدونن نوعی فرد در معرض آسیب باشه، حتی نشستن طولانی 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت پشت میز قرار میگیرن شطرنج بازی میکنن، میدونن دچار کمردرد بشن، دچار آسیب های قسمت تحتانی کمر بشن و همه این موارد داشته باشن، دچار آسیب های گردن درد بشن. پس همه این موارد میتونه وجود داشته باشه در رشته های ورزشی. عواملی که باعث آسیب دیدگی میشن، عوامل درونی که آسیب هستن و بیشتر مختص خود فرد هستن و فرد میتونه دخیل باشه در ایجاد آسیب دیدگی، یعنی بدون اینکه یک حرکت ورزشی انجام بده به حالت عادی دچار آسیب دیدگی بشه، حالا بدون ضربه برخوردی که مثلا حریف تکنیکی ایجاد بکنه، مثلا بر حسب سن و جنس، سن فرد هر چی سن بالاتر میره و میتونه احتمال آسیب دیدگی بیشتر باشه. چرا؟ خاصیت ارتجاعی بافت هامون، ربات هامون از سالگی به بعد کم میشه، خاصیت استحکام استخوان هامون از 50 سالگی به بعد کاهش میشه. جنس زنان آسیب ربات ACL ربات صلیبی زانو توشون بیشتره. چرا؟ به علت اینکه اون شیاری که توی استخوان فمورشون هستش، تو استخوان رانشون هستشون قسمت تحتانی، ربات ACL رد بشه تنگه. خب این پاکش چرخش پیدا میکنه به راحتی گیر میکنه تو اون شیاره، باعث پارگی میشه. لگن خانمها پهن‌تر از آقایون هستش، اوکی؟ لگنشون به خاطر و از هم به خاطر بارداری به خاطر زایمان پهن‌تر هستش داره دوید. خب این باعث میشه که
زاویه کیو انگل بیشتر بشه، زاویه کیو انگل ما ساق پا منظر یه خط از مرکز ساق پا بیاد وسط کشکک، یه خط هم از وسط کشکک میاد این برجستگی که استخوان تاج خاصره رو دیدید که جلوی لگنتون دست بزنه یه برجستگی داره، این خط که رد میشه یه زاویه ایجاد میشه. خب توی خانم ها چون لگنشون پهنتره این زاویهش بیشتر میشه، وقتی زاویه بیشتر میشه این زانو حالت ولگوس پیدا میشه، یعنی زبدری میشه، تقریبا یه ماهیت زبدری داره. و وقتی این ولگوس ایجاد میشه این ولگوس باشه ولگوس فورس میشه، یعنی باعث ایجاد فشار میشه روی زانو. به مرور زمان این وضعیت میتونه باعث پارگی ربات ACL بشه، ربات MCL بشه و منیسکت داخلی و حتی میتونه تریاد رو به همراه داشته. تریاد یعنی سگانه. این سگانه اگه آسیب ستا اتفاق بیفته میشه سگانه ناخوشایند. آسیب ربات MCL داخل جانب داخلی زانو، ربات منیسک داخلی، منیسک داخلی چسبیده هستش به MCL را میتونه آسیبش اتفاق بیفته. از طرف بعد اینا که دوتا آسیب بیفته اون ولگوسی که ایجاد میشه خودش باعث کشیدگی ربات ACL میشه و باعث میشه آنتریور کروشل لیگامان یا همون ربات صلیبی قدامی ما پاره بشه. وقتی پاره بشه که دیگه زانو کلا از کار میفته و یک مورد اورژانسی هستش که باید حتما جراحی بشه. قد و وزن هم هستش، حالا افرادی که قد بلند هستشون وزن زیاد میتونه آسیب ایشون توی رشته‌های بیشتر بشه، چون جرم بالایی رو تحمل میکنه بدنشون، وقتی بدن جرم بالایی رو تحمل بکنه فشار بیشتری بهش وارد میشه، وقتی فشار بیشتر وارد بشه خب مطمئنا آسیب بیشتر میشه. توی یه سری حالا افراد که مثلا توی رشته‌های قد بلند هستن و از اون نیروی اهرمی که وارد میشه قد بلندشون میتونه باعث ایجاد آسیب دیگی بشه. بعضی مواقع حالا قد کوتاه میتونه باعث آسیب دیگی بشه توی رشته‌های ورزشی. آمادگی بدنی، خود آمادگی بدنی فرد میتونه ایجاد آسیب دیگی بکنه یا پیشگیری بکنه از آسیب دیگی. یعنی اگه فردی که آماده باشه خود اون فرد میتونه دچار آسیب دیگی بشه، چون مانورهای زیادی رو میتونه انجام بده، بر حسب آمادگی میگه من آمادم، حرکات زیاد حرکات خطرناک انجام میده آسیب میده، یا کمبود آمادگی فردی که آماده نیست میاد فعالیت ورزشی میکنه در اثر پرداختن به یک فعالیت ورزشی آسیب میبینه. پس هم کمبودن آمادگی هم خیلی مواقع بالا بودن آمادگی خودشون میتونه ریسک آسیب دیدگی رو کمبار داشته باشه. ضربه زدن به اجسام ثابت مانند دیوار درسته یا ندرسته؟ آدم باید دیوانه باشه که به دیوار ضربه بزنه یا به جسمای سخت ضربه بزنه که بدن صفر بر اساس قانون وولف اینا به وجود داره که در اثر ضربه پذیری اینا چگالی تراکم افزایش پیدا میکنه و صفر میشه. اینا رو وجود داره ولی کار عاقلانه ای نیست که آدم بخواد به خودش آسیب برسونه که بگه صفر بشه یا محکم بشه آسیب مفصل خودش وارد بکنه. این کارا رو حتما سعی بکنید به ورزشکارانتون نگید که انجام منعشون بکنید از انجام این کارا. قانون وولف آمادگی بدنی هم گفته اندام برتر چجوری بازسازی میشه؟ وقتی شما از یک عضوی بیشتر از اندازه ممکن استفاده بکنید اون عضو میتونه در معرض آسیب دیگه قرار بگیره. توی تنیس بازان، توی گلف بازان ضربه میزنن، توی ضربه رو به مرور تکرار میکنن مثلا یه آسیب اتفاق میفته آسیب گلفازان توی قسمت داخلی آرنج. توی تنیس که انجام میدن رو حرکت اکستنشن و چرخش مچ دست دارن تو قسمت بیرونی آرنج التهاب اتفاق میفته و باز میشه که آرنج تنیس بازان اتفاق بیفته. توی دوندگان رانرنی مثلا زیاد میدن اون تاندون حالا از آی تی بی ایلیو تیبیال بان که از کنار زانو میره، چون زانو خمار راست میشه اون تاندون سرش از قسمت پایینی زانو به ساق پا میچسته، باش میشه که به کندیلای خارجی ران همش تماس داشته باشه، برخورد میشه، التهاب ایجاد میشه، التهاب آی تی بی میشه، بهش میگن زانوی دوندگان. زانوی پرندگان داریم، پرندگان اونایی که پرش میکنن زیاد پرش میکنن این تاندون تشکیکشون دچار التهاب میشه و دچار مشکل میشه و بعضی موقع با
دچار چندگی میشه که حتما حتما این رو باید مد نظر داشته باشه. عدم تعادل عضلانی، تعادل عضلانی و انعطاف پذیری، اگر ما بین عضلاتمون تعادل وجود نداشته باشه، یعنی بین عضلات چهارسرمون خیلی قویشون بکنیم، عضلات همسترینگ ضعیف باشن، خود این قدرت زیاد چهار سر ما باعث میشه ساق رو به سمت جلو بکشه. وقتی ساق به سمت جلو کشیده بشه در اثر یه ضربه نیروی زیاد چهار سر ما باعث میشه ربات ACL یا ربات صلیبی حتما حتما پاره بشه. پس باید تناسب بین عضله چهار سر ران و همسترینگ مثلا میگن 1:8 1:7 وجود داشته باشه، حداقل این توازن برقرار باشه که دچار آسیب دیدگی نشه ربات صلیبی. انعطاف‌پذیری هم وقتی ما یک انعطاف‌پذیری رو نداشته باشیم، میخوام یه حرکتی رو در دامنه حرکتی بالا انجام بدیم، چون دامنه حرکتی خوبی نداره خود اون حرکت میتونه باعث ایجاد آسیب بشه. سوال پرسیدن آقای موحدین، پارگی ربات صلیبی، صلیبی با سه صابونی سه سلنده نیست، باید جراحی بشه یا خود ترمیمی داره؟ نگاه کنید، بستگی به درجه با ما آسیب درجه یک داریم، درجه دو داریم، درجه است. در آسیب درجه یک به صورت کشیدگی و درصد کمی از دارا تقریبا کمتر از 10% رشته های رباتی پاره میشن که این اصلا نیازی به جراحی نداره، با استراحت و بعد تمرین درمانی درست میشه. مرحله دوم پارگی گرید دو پارگی متوسط، 40-50% تارا پاره میشه، نصفه پاره میشه، باز آتل گرفتن، بی حرکت کردن و بعدش تمرینات بازتمانی اینم درست میشه. ولی زمانی که پارگی درجه 3 بشه، پارگی کامل باشه، یعنی انسجام بافتی از بین بره، فاصله بیفته بین ربات ها، این باید اگر سنمون نگاه کنه ورزشکار بستگی سنش داره، اگر جوان باشه یا میان سال باشه ورزش قهرمانی انجام بده، بخواد دوره قهرمانیش رو طی بکنه، بخواد فعال باشه، باید جراحی بکنه. وگرنه اگر سنش بالا باشه، نمیخواد فعالیت خاصی انجام بده، واقعا اذیتش نمیکنه، عضلاتش هم قوام خوبی دارن، قدرت خوبی دارن، همون تربیت عضلات براش کافیه و میتونه با اون ادامه بده. ولی در اونایی که میخوان قهرمانی کار بکنن حتما حتما باید جراحی صورت بگیره. این اول جواب سوال شما آقای محمد علی خان. به پیش تمرینی هم گفتیم وقتی که ما از یک بافت زیاد کار بکشیم، کار اضافی به مرور زمان باعث بیشتمرینی میشه، اوورترین میشه، اوورترین باعث فشار روی بافت میشه، بافت هم احتمال این که آسیب ببینه ها رو چه استخوان باشه، استخوان باشه، پا باشه، دست باشه، مفصل شونه باشه، کمر باشه، هر قسمتی باشه، به مرور دچار آسیب میشه اگر از قدرت قوام کافی هم برخوردار نباشه. تکنیک و اینا میتونه تاثیرگذار باشه، هر چی فرد تکنیکش بالاتر باشه باز میتونه احتمال آسیب دیدگی بیشتر باشه، آره اون حرکات ریسکی که انجام میده، هر چی هم تکنیک پایین‌تر باشه باز میتونه ایجاد آسیب دیدگی بیشتر بکنه و یا ایجاد آسیب نکنه، چون کسی که تکنیکش پایینه حرکات ریسک‌پذیری انجام نمیده، کمتر میتونه در معرض آسیب قرار بده. این دو جنبه هستن، نگاه کنید اینا رو مد نظر داشته باشیم که همیشه توجه ما به بدن خودمون و انجام حرکاتی که بیشتر از دامنه توانایی ما نباشه میتونه عاملی باشه که پیشگیری بکنه از آسیب دیدگی. عوامل روانی رو که خوب توضیح دادم، توی عوامل روانی گفتم توی مسابقه توی شرایط تمرینی میتونه اگر رعایت نشه میتونه باعث ایجاد آسیب دیدگی باشه. سرمادرمانی بافت سخت مثلا چی؟ استخون آسیب دیده اصلا یا بافت سخت اگر هم واقعا سرمادرمانی میخواییم بکنیم مثلا سقاف آسیب دیده خیلی تایمش دورانه نباشه، اگه تو بافت نه مثلا رانمون 15 دقیقه 20 دقیقه هر بار کمپرس یخ مداوم انجام میدیم، توی بافت سخت و استخوانیمون 30 ثانیه دقیقه انجام میدیم میاریم بالا، چون عروق خونی اعصاب حالا به خود اعصاب از روی استخوان رد شدن، این سرما اگه مدت طولانی قرار بشه باعث آسیب عروق اعصاب میشه، این به مشکل برمیخونه. پس تایم رو کوتاه‌تر میکنیم، یه استراحت میدیم، دوباره قرار میدیم مثلا 30 ثانیه یک دقیقه میذاریم،
یه دقیقه استراحت، دوباره یک دقیقه دیگه، 5-6 بار این رو در هر وحله تکرار می‌کنه، هر 6-7 ساعت یه بار. تو شبانه روز می‌تونیم 4-6 بار این کمپرس سر رو انجام بدیم، 48-48 ساعت و بعضی مواقع تا 72 ساعت می‌تونیم اون کمپرس سر رو داشته باشیم، بعد گرم رو داشته باشیم یا گرم سر رو با هم دیگه. بستر خب بافت سخت نیست، ربات جز بافت نرمه، عضله، عروق خونی، ربات و تاندون بافت نرم. بافت سخت یعنی استخوان. اوکی؟ سایز بدن هم میتونه تأثیر گذار باشه. افرادی که سایز بزرگی دارن، وزنشون زیاده، میتونن دچار آسیبای مثلا روی مفصل زانوشون بشن، روی مفصل ماشونهاشون بشن و توی حرکاتی که تحرک دارن، رفت و آمد دارن و یوی چرخش دارن، میتونن خیلی در معرض آسیب دیگه قرار میدن بگیرن و آسیبشون آسیب جدی ببینن و آسیب شدید رو دچار بشن، که تو این افرادی که خیلی سنگین وزن هستن، بخصوص اگه آسیب های رباتی اتفاق بیفته، جراحی هاشون هم سخته و این یک عامل مهم هستش که حتما این رو مد نظر داشته باشیم. توی مواردی هم هستش که آسیب دیدگی قبلی، افرادی داریم که قبلا دچار آسیب دیدگی شدن، اگر رعایت نکنن، خب این رعایت نکردن، این تقویت نکردن اندامهای بدن، حالا حس عمقی، عضله و همه موارد رو رعایت نکنم، فشار بیش از حدم بیارن، میتونه دوباره دچار رنجری یا آسیب مجدد بشن، که حتما این رو باید مد نظر قرار بدیم. توی عوامل آسیب یه سری عوامل داریم که عوامل بیرونی از بروز آسیب هستن. این عوامل بیرونی هم خیلی مهم هستن، که میتونه پوشاک فرد باشه، میتونه کفشش باشه، کفش مناسب باشه، سطح زمین باشه. سطح زمین میتونه اصطکاک کم داشته باشه یا اصطکاک زیاد. اصطکاک کم زمانیه که ما پامون روی سطح قرار میگیره، سوره. اصطکاک هم سور خوردن باز میشه یهوی آسیب کشاله ران اتفاق بیفته، پیچ خوردگی مچ پا اتفاق بیفته، حتی ولگوس زانو اتفاق بیفته و زانو یا قفل بشه، آسیبای رباتی حالا پی سی ال و اینا و ای سی ال اتفاق بیفته. و اصطکاک زیاد هم زمانی که پا سور نمونه، پا یک جای گیر میکنه و چرخش ایجاد میشه، من پام گیر کرده، سر اصطکاکش خیلی زیاده، میچرخم، پا میمونه، رونم میچرخه، این ربات بین این استخونا گیر میکنه و پاره میشه. اینم بکنش حالا وضعیت در ایجاد آسیب در شرایطی هستش که اصطکاکمون اصطکاک زیادی هستش. وسایل و امکانات محافظتی که میتونه پیشگیری بکنه از آسیب، ما خیلی وسایل محافظتی داریم که کلاه داریم، لثه داریم، دستکش داریم، هوگو داریم، محافظ اندامهای تناسلی داریم، همه این موارد، ساق روی پا داریم، همه اینا رو استفاده میکنیم برای اینکه آسیب کم بشه. حالا توی شرایط تمرینی ما این موارد رو رعایت نمیکنیم، فرد آسیب. اگر مربی هستی تو کلاسمون این مورد اتفاق بیفته، فردا شکایت بکنن بیان ببینم ما شرایط مسابقه‌مون، شرایط تمرین اینجوریه، باید این تجهیزات وجود داشته باشه، بچه‌ها استفاده نکنن، اگر آسیبی اتفاق بیفته مسئولیت شما باعث میشه که در برابر قانون باید جوابگو باشی. وقتی میخواد جوابگو باشی چی میشه؟ محکومیت پرداخت دیگه به شما تعلق میگیره. خب آقای خانم، نمایش خاصی برای درمان زانو درد وجود داره؟ باید دلیل مشخص باشه. وقتی دلیل زانو دردتون مشخص نباشه، شما نمیتونید تمرین نرمش خاص یا فعالیت خاصی رو انجام بدید. مثل این میمونه، لامپ رو من کلید رو میزنم، کلید رو میزنم، لامپ روشن نمیشه. حالا برم پریزم رو عوض بکنم، اون کلید رو عوض بکنم، کلید رو عوض میکنم، دوباره روشن نمیشه. من باید دلیل مشخص کنم. این سلام یه موقع خرابه، یه موقع خود لامپ خرابه، یه موقع سیم برق از جایی که چسبیده به اون سلام خرابه، یه موقع سیم توی مسیرش خرابه، یه موقع همون دلیلش همون کلید است. با عوض کردن اون کلید درست میشه، برمیزنم روشن میشه. حالا من دلیل مشخص نشده بیام این رو بزنم، کلیده رو عوض کنم، یوهی نیست، سیمه رو بیام عوض بکنم، دوباره سیمه هم نیست، دوباره بیام همونجوری یواش یواش، دلیل رو تا مشخص نکردم کار خاصی انجام نمیدم. باید مشخص بشه
دلیلش، و بعد از اون میتونیم کمک بگیریم از افرادی که تو این زمینه تخصص دارن و راهنمایی بگیریم که درمانش رو برای ما تمریناتش رو تجویز بکنن. افتادگیشون 40 لحظه داره، میشه کاری کرد، درمان داره. خب افتادگیشون خیلی دلایل داره، میتونه پوزیشن های بعد بدن باشه، میتونه وضعیت های وضعیت هایی که توی رشته خاص وجود داره، مثلا گارد همیشه این حالت میگیره، میتونه استفاده یک طرفه، حالا باشه افتادگی اگه یک طرفه باشه، ما افتادگی داریم یه صورت حالت قوزه، یه صورت حالت شانه گرده، یه مورد افتادگی یک طرفه است. این موقع مدل نشستن های ما اشتباه است. این مورد ما از یک دست ما بیشتر استفاده میکنیم، بار هم میکنیم، وزنه زیادی هم میکنیم، با این دستمون باز میشه افتادگی شانه پیدا بکنیم. وظیفه یک کسی ازش برید تستتون بکنه، با توجه به اون تستی که انجام میده براتون تمرین تجویز بکنه و انشاءالله درمان میشه. اوف، عضلگیری مداوم. این عضلگیری مداوم چیه آقای هادی خان؟ عضلگیری مداوم یعنی چی؟ توضیح بده آقا هادی، یه توضیح اون پایین بنویس که عضلگیری مداوم چیه. پس تجهیزات محافظتی وسایل اینا میتونه و یکم روش های اجرایی که توی رشته مورد نظر وجود ما، ضربات مشت میتونه باعث آسیب بشه، ضربات پایی که میخوره و فنون تکنیکی حالا پرتابی که میتونیم توی رشته وشو وجود داره میتونه باعث ایجاد آسیب دیدگی بشه. توی آسیب ها مکانیزم آسیب هایی که وجود داره توی وشو یا برخوردی هست، این برخوردی ها ما به واسطه ضربه مشته، از ضربه از حرف میخوریم. حالا ضربه میتونه ضربه مشت باشه یا میتونه ضربه پا باشه، از ضربه از حرف یا میتونه ضربه خودمون باشه. ضربه به حرف میزنیم، ضربه و مشت به همش به حرف میزنیم، مشت به دستمون پیچ میخوریم، ضربه پا میزنیم به آرنج حرف میزنیم، به پای حرف میاد بالا میزنیم، به ساقش روی پا مناسب میزنیم. پس این آسیب ها رو بهش میگن آسیب های برخوردی. آسیب های غیر برخوردی آسیبایی هستن که به واسطه حالا بدون ضربه خوردن، به واسطه مثلا سر خوردن، افتادن از سرکو خودم سر میکنه یا یه کشال هم کش میفته کش میره و خیلی موارد دیگه میتونه اتفاق بیفته و دلیلش ضربه نیستش، به علت یک اتفاق خاص، مثلا سر خوردن پا من میفتم و دستم زیر بدنم گیر میکنه، خود من اتفاق افتاده توی فوتسال، پام سر خورد یه لحظه، باش سینه خوردم زمین، دستم گیر کرد، چرخیدم، عضله پکتورالم پاره شد، بایسپس هم پاره شد. توی مسابقه بعضی که بگم از سال 74 تا سال 91 من یک سری مسابقه حالا از شهرستان گرفتم، کشوری انتخابی تیم ملی شرکت کردم، لیگ برتر دو بار آسیب ندیدم، دو بار دیگه تو فوتسال روی مچ پام دو بار پیش خورد، دو بار گچ گرفتم، دستم شکست، سینم پاره شد، نمیدونم دو سر بازو پاره شد، اینقدر آسیب دیدم به واسطه حرکات غیر برخورده. بعضی هاشون تو مثلا میخورد توی دستم، دروازه بانی میکردم، دستم یه باشی هست، مچه پام یه هایی پام موند، کفش مناسب نبود، مچه پام پیش خورد، این حالتی جا شد. پس وضعیت ها میتونه با آسیب درونی باشه یا بیرونی یا مکانیزم رشته های ورزشی که وجود داره. توی مکانیزم هایی که به صورت حالا غیر برخوردی هستن، خیلی خود فرد میتونه دخیل باشه با حس عمقی که داره، با تقویت حس عمقی مفصلش، مچ پا، زانو، با تمرینات تعادلی که هستش این آگاهی بدنی رو بالا ببره، که توی مواقعی که یک وضعیت ایجاد میشه که یک وضعیت اختشاش در بدن ایجاد میکنه، حالت یک بدن انسان یه حالت پیشبینی بکنه، یه پیشگویی بکنه که اون وضعیت ناگواری که ایجاد میشه یه رفلکسی انجام بده. دیدی بعضی مواقع یه گنجش که بالای سرتون، یا یه فکر میکنه مثلا یه سایه بیاد کنار سرتون میخواد یه توپی مثلا بخوره به سرتون، سرتون میبری که میبینه توپه بوده، از یه فاصله بالا انداختن سایهش اومده، شما واکنش نشون دادید. توی آسیب دیگه بعضی مواقع مثلا پای شما میخواد یه چاله فرو بره، ما چه کار پیش بخوره، سریع پاتون رو برمیداره، پا رو میذاره یه چند حالا سانت اون بردار، ما چه پاتون پیش نمیخوره. این همون خاصیت پیشبینی فورسین یا پیشگویی بدن هستش که باعث میشه در لحظه یه واکنش رو نشون بده
و اون واکنش باعث بشه که آسیب نبینه. پس سعی کنید این حرکات تعادلی، چشمات، چشمسته روی یک پا، روی پنجه پا، همه اینا رو انجام بدید، به نوعی واکنش های تعادلی بدن رو بخونید در وضعیت تعادل ایستا و تعادل پویا که در حال حرکت هستش، بدن رو تقویت بکنید و پیشگیری بکنید از ایجاد آسیب. مدام چهار سر رو شور صفر کنه، عدد که یکی از حرکات این هستش، چون من جراحی کردم. اون بعد جراحی شما این علت زانو دردش مشخص نیست پسر خوب، وقتی که در علت مشخص نباشه چرا این کار رو انجام بده؟ سلام دکتر فیزیدر بین میافت خدا رمه شاید دکتر امداری رئیشون فرمودن مدام از گیری کنیم وقتی که اصلا کنیم. نه قرار نیست که نسخه‌ای که برای یکی پیچیدن برای شما پیچیدن برای یکی دیگه تجویز کنه. اگه قرار بود اینجوری باشه که دیگه کسی دکتر نمیره، من که یه بار دچار کمر درد شدم کسای دیگه ای که کمر درد میگیرن بیان پیش من، دیگه من بهشون راه درمانی که دکتر به من گفته میگم، دیگه نمیرفتم پیش دکتر ویزیت بشن. این اصلا درست نیست و باید مد نظر قرار دادید بدیم که ماهیت آسیب ها فرق میکنه، مدل تقویت ها هم فرق میکنه. شاید اصلا اون نیاز داشته باشه عضلات پشت رانش تقویت بشه، چرا ما عضلات چهارسر ران رو تقویت کنیم؟ شاید نیاز داشته باشه حس عمومی مفصلش تقویت بشه. اوکی، از این هر نسخه ای برای دیگران، برای ما پیچوندن برای دیگران استفاده نکنیم. خب آب درمانی هم که دیگه بر حسب اون مشکل آسیبی که اتفاق میفته، بالا تنه باشه پایین تنه باشه، میتونیم از وضعیت های غوطه‌فری در آب و حرکت های حالا انجام حرکات ورزشی توی آب استفاده بکنیم که حرکت های دور کردن، نزدیک کردن، جلو بردن پا، ضربه زدن، چرخش ها، همین موارد حرکات پاندولی استفاده بکنیم، دویدن ها، راه رفتن ها به طرفین، به جلو، حتی استفاده از بارهای اضافی مثلا نودل استفاده کنیم در انگام که مقاومت ایجاد بکنه و فشار رو بیشتر بکنه روی عروض. اوکی، تقریبا مباحث ما تموم شد، دیگه بس کافیه براتون خیلی بیشتر از این بمبارانتون بکنیم، یکم چیز میشید، سنگین میشه مباحث براتون. انشالله که مباحث مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه و جزورم من به خانم فرهانی میدم، چه نقش مربی و چه ایمنی، و انشالله بتونید استفاده. بمباران اطلاعات یعنی که اطلاعات زیادی بدید به جایی که یادگیری صورت بگیره بیشتر سردرگم میشید. من شماره تلفن پیجم میدم، یکی از دوستان یک عکسم به یادگاری از من بگیره که از این کلاس داشته باشم. گرفتید؟ خسته نباشید، سوال خاصی اگه نیست که شما رو به خداوند منان می سپاریم. انشالله موفق و معید باشید و انشالله توی دورهای ارتقای دورهای درجه 2 و 1 شما دوستان رو حتما زیارت بکنیم.